دیدم دیدمه. آخه بدبخت اینجا جای قایم شدنه، اینجا خونه خودمه. آقا به جون مادرم من نبودم. ها؟ به جون مادرم من نبودم. آرنجک میندازی جلو پای من؟ نه نه نه، من نبودم، مجید بود. آخه بچه تو از جون ما چی میخوای؟ یه هفته از اینجا خونه ما رو کردی تو شیشه آب خوش، اگر اون پایین نمیره همش اینجا بوم میندازی. ها؟ ها؟ چی میخوای؟ اسم چیه؟ پیام. پر روی؟ دستو بر رو ماشین میریم بابا، پر رو بازی در نیار. یعنی تو میخوای بگی که اصلا این کارا نمیکنی؟ نه چرا، اصلا از این کارا میکنم، ولی این دفعه که جلوش پای شما انداختم من نبودم، مجید بود. مجید چیه؟ دروغ بگی جرم سنگین تره، حرف بیخود نزن میرم بابا. من که نترسیدم، ولی یهو جا خوردم. ببین با چی میندازی جلو پای من؟ ها آقاشو یار، آقاشو یار، بذار حالا حالا تو جا میارم. آقا به قرآن من چه خبره؟ این همونیه که اینجا ترقه میندازه، الان هم جلوی پای من یه دونه انداخت. آقا بچه تو چی از جونه ما بخوایی؟ ها؟ بابا چی بخوایی جونه ما؟ اصلا برای ما نداشتی؟ آقا باورتون به جون مادرم من نبودم. پس ما بودیم؟ این قاطیه، این قاطیه الان میزنه لهت میکنه. آقا شو چیز نکن، همین پیرمرد زحمتکشو میبینی؟ همین پیرمرد یه بچه تربیت کرده دو برابر قد توه، بعد تو حالا ما ندیدیم فولاد از این کارا بکنه. حسن فولاد من جرأت نمیکرد از این کارا بکنه. نه آقا بیروز. چرا؟ بله یه دقیقه بیا کارت دارم. آقا جون مادرم من نبودم. دست به نه، دست به نه، هنجا بای سرت نزن. بیا دقیقه آقا چه آقا چیکارش کنیم؟ بزی ترسیدی نه؟ میترسی نه؟ نگار اکم من نبا منو ترس، من فیلم همه اینجوری دارم اینجوری بکنم که نیم بترسه. نهانه نگوه نه جوره پام اصلا معلومه گیافه شدی گت. میدونی چی میگم؟ من میگم اینو بلش کنیم، همیدی دوباره میدونی کارو میکنیم، من میگم زندانیش کنیم. نه نه بابا، مگه قاتل زندانیش کنیم؟ بچه مردمی که نمیتونیم زندانی کنیم که. میگم آقا بروسی من نگرش دارم نیم ساعت دیگی تا ادب شه. بعدم چند بیتر شدم. آقا اجازتون ما بریم دیگه. تو حرف نزن بچه. آقا باور کنی من از این کارا میکنم، ولی این دفعه من نبودم. میگم تو حرف نزن بیتر. بابا نزن تو هم با این چوب تو سر فیل بزنی میخوره زمین. میگم آقا بروش تو نمیری عیادت آقا ولی چرا؟ میخوام برم، اتفاقا مریضه. به تو چرا نمیای؟ من نه من نمیام. تو چی؟ یه مریضی داری عجیب غریبه ولی ممکنه من گیرداری دیگه. میدونی چه چی بهت میگم؟ بعدش هم لو نمیدن مریضی تو. نه بابا بدیه. سرماخوردگی ساده است بابا. همون همون تو برو، تو برو، برو عیادت بدی، برو برو تو، تو برو سرت ما پایین درستش میکنم. برو آقا شو یه موقع نزنی شو. بابا بچه رو که نمیزنم بابا، تو برو فکرت راحت بشه، نزنی شو به هر حال هر یک کارش رو برو. دست من بگی ندارم، بیا تو برو نزنی ها. بابا نمیزنم، برو برو نمیزنم. پرو سلام برسو با آقا بایی. بچه تو چه اصلا من رو خود میکنی ها؟ ها؟ فسخلی بگو بینم تو این درقه چجوری درست میکنی ها؟ خیلی آسونه، در زن اسم من پیام. شما؟ گفتم حرف نزن، فقط جواب بده. بزی؟ بعدش جواب بدم میذاری برم؟ تو لازم نکرده برای من شرایط بذاری، فهمیدی؟ سبکو بینم تو میخوا آزاد بشی ها؟ آره چیکار کنم؟ هرچی شما بگی. بهروز، بهروز مامان بیا اینو بگیر. مرسی تیرانست.
ماما دارم کتاب بیماری‌های تنفسی کودکان رو می‌خونم. صفحه یه دیگه دیر میشه بابا. چی نفهمیدم ازش؟ خسته کردم. چی بهناز میگه کتاب خوندن خوبه؟ چیه ماما؟ بیا. اینو بگیر. این چیه؟ جوشونده. برای آنفولانزا. آن برای آقا وحی؟ آره. مامان اینو نده بهشون، چه گناهی داره باید اینو بخوره؟ این چیه؟ بهروز برای من تعیین تکلیف نکنا. تمام مدت مریض شدین من با همین جوشونده ها سر پا نگرتون داشتم. خب مامان منم حرفی ندارم که، من میگم که من فکر میکنم شما فرمول جوشوندهتون یادتون رفته، این خیلی ناجوره. بهروز وای به حالت، اگر این مثل بچگیات اتفاقی بیفته زمین وای به حالت. نه بابا چیکار دارم، پروفسور میخواد بخوره، خودم که نمیخوام بخورم اتفاقی بیفته زمین، ولی بازم من میگم اگه ندیم بهش بهتره ها. نه خیر، خیلی هم بهش میدیم، نوش جونش هم باشه. دو ساعت هم هست باش دارم ور میدم و درستش میکنم، عمل آوردمش. وای لوله پولیکان میده این چی؟ بی خودت بیار مامان، من تو بالا نمیتونم اینو بیارم. سنگینه؟ نه بوش خیلی جورایی. را بیار. نمیخوام، مگه زوره؟ نمیتونم بخورم. میگم بخور زشته. بابا سار یه بوی میده، تو بو کن. نمیتونم، میترسم. وحید همه دارن نگات میکنن. سر نمیتونم بخورم. آقا وحید اگه شما اینو بخوری استراحت هم بکنی خیلی زود خوب میشی. چش بعدم میخورم. بعدم. نه غیر ممکنه، الان باید بخوری. بخور دیگه تو هم. حالتون بده باید بخورید. مثل اینکه مامان چرا زور میگی؟ شاید نمیخواد بخوره حالا. اگر اجازه بدیم بعدن میخوره. وای نه سحر خانم، الان بخوره که زود اثر بکنه. بابا الان باید بخوری باید جم. آقا بخور دیگه تو هم، بده من ببینم. سحر خانم بخور، خیلی برات خوب. بابا یه جوشونده است که، 10 تا لیوانشو بدی من بخورم. بو کن بابا جوشونده. این چیه؟ این دواست دیگه. اما میشنوی نخور. بفرما بفرما. آقا غلام این حرفا چیه میزنی؟ مادر جون به بوش نگاه نکن، بخور فوراً حالت خوب میشه. بابا وحید مثل اینکه بچه شد، یا این همه آدم دارن اصرار میکنن بخور. خب بخور دیگه. بده بابا. بی دیگه بخور. به ما چه؟ وحید نخور. بهروز چی داری میگی؟ گفتم که بخوره براش خوبه. اصلا بهروز تو داشتی میگفتی نخوره. نه من گفتم بخوره. من خودم دیدم تو داشتی میگفتی نخوره. گفتم بخوره. بسه. بخش خانم پیر جاکجی. پکا جاکی مریض، پروفسور مریض. خانم بیلیمون غلط میگه همش. چشم من با اجازت اینا بعدن میخورم. نمیتونم بخورم. آقا وحید حالا حالت کی خوب میشه؟ مثل که استراحت خیلی خوش گذشت. نه آقا غلام خیلی آنفولانزای بدیه. اتفاقا نباید از جا تکون بخوری، استراحت کنی، جوشوندت هم بخوری و بخوابی. قول میدم زود خوب میشی. بابا چه استراحتی خانم پیر پکاجکی، گفتم نگو بلش کن. بله بابا اصلا نمیشه استراحت کرد. وحید راست میگه، تا میاد بخوابه یه ترقه میزنن از خواب میپره. وای نگو از این صداها، همین تو ترقه ول میکنن آدم دیوونه میشه. بعدش واقعا مثل بوم میمونه ها. آره خب باید به اطلاع همسایگان عزیز و محترم برسونم که دیگه هیچ نارنجکی توی کوچه منفجر نمیشه. چطور آقا به روز آتش بس دادن؟ امشب عامل اصلیش رو دستگیر کردیم و الان زندونیه. زندانیه بهروز؟ یعنی بردینش کلانتری؟ نه بابا، الان زندونی آقا خشایار تو حیات داره ازش مراقبت میکنه. حالا کی هست آقا بهروز؟ یه الف بچه نارنجک میندازه تو این کوچه، اصلا ما رو خورد کرده. بهروز تو بچه مردم رو گرفتی آوردی زندانی کردی؟ مامان برای رفاه حال همه همسایه‌های محترمه. نمیخواد آقا تو بیخود کردی بچه مردم رو زندونی کردی. اه بیا آقا غلام اعصابمون رو خورد کرده بود. آقا جکی گناه داره سپردی به دست خشایار. با خانم فرمرزی آقا جون خیلی مهربونه. نه مادر جون منظورم بچه از گناه داره. آخه این چه کاری بود کردی بهروز؟ مامان به خاطر این آقا وحید بیمار من این کارو کردم. آقا بهروز دستت درد نکنه. ولی آقا بهروز من و وحیدم اصلا راضی نیستیم. و
بله، سریعا باید آزادش کنی بچه مردمو. مامان باید تنبیه بشه. آقا این روش اصلا درست نیست. آقا غلام، شما هم اگه زیر پاتون یه نارنجک میترکید این حرفو نمیزدین. داشتم سکته میکردم. آقا بروز ببخشنا، ولی شما اصلا اینقدر ترسو نبودین. مین زیر پای من کار گذاشته بود آقا وحی. بس دیگه اینقدر خالی نبند، برو بچه مردم آزاد کن. این بچه سازنده است. خب بیروت همه بچه ها سازنده فردان. سازنده نارنجک، ترقه، بوم. آقا جره باش نکن، قاطی میکنم. پاشو برو دیگه، تو هم وانست اینجا حسنه تو ندارم، برو. من بدبخت رو رفتم دستگیر شده. شاید من میخورم. آقا خشایار، خشایار، آقا مصطفی بیا. مخلصیم آقا، مخلصیم. چی شده آقا بیرونم؟ پس زندانی کو؟ آزاد شده. چرا؟ بهش عفو کرد، منم ولش کردم رفتیم. حسابی تنبیه شد؟ آره بابا، حسابی تنبیه شد. خب پس اینا چه آدمایی هستن؟ دو ساعت به من گیر دادن که چرا بچه رو زندونی کردی؟ اعصاب منو خورد کردن. ولش کن، ولش کن. میبینم که حیات و شستی و ماشینم تمیز کردی، دستت درد نکنه. دیدم کثیفه، گفتم بشورمش دیگه. حیاتم که این دسته گل شده. خوب تمیز شده آقا بیروش. عالی. خودت تمیز کردی؟ چه فکر کردی؟ تازه اتاقم هم چی خونه تکونی کردم. آفرین بابا، خیلی کارت درسته. آقا بیا بریم یه سر پیش آقا بایی. بیا بریم. نه تو خودت بگو. نه بیا برو بهشون بگو که چیزه این بچه رو آزاد کردی، دست از سر من بردارن. بیا بریم. تو برو. اینجا رو واقعا خودت تمیز کردی. بابا، آره بابا دیگه چند گیر میدی تو. بریم بابا، بریم. بیا بریم بابا، مریض نمیشه. من تمیز کردم. بفهم آقا غلام، اینم آقا خشایار. اومد خودش همه چی رو توضیح بده. دست دادم. بعدش آقا وحید کو؟ وحید حالش خوب نبود، رفت بخوابه. باید باشه. من میگم حالش خوب نیست. باشه اینجا برای چی؟ نه دیگه سر بکنه حدسه بزنه ما هم درگیریش بشیم. باشه. آقا خشایا، من میگم این آقا بهروز بچه است، عقلش نمیرسه. تو ماشاءالله سنی ازت گذشته مرد حسابی، تو دیگه چرا؟ دست دار نکنه آقا غلام. چی چرا دست دار نکنه؟ بچه مردم من گرفتم زندونیشون گلده. آقا غلام چی شد؟ آقا بهروز گفتش. من خودم مخالف بودم. برای همینم سود آزادش کردم. ای داره خالی میبنده. جلوی من داره خالی میبنده. آقا غلام خودش گفتش که بچه رو زندونی کنیم تا ادب شه. خب دیگه جره بس نکنید. این مسئله نیست. خود منم بچه بودم، شیطون بودم. آقا جکی، آقا غلام هنوزم که هنوزه ترقه بازی میکنه. آره آقا غلام راسته. نه دیگه خانم محتاج. ایوا، پس اون سیگاره چی بود آقا غلام؟ آقا غلام خسته نباشی، سیگارت سیگاری شدی؟ چرا بی خود از خودت حرف در میاری؟ یعنی تو نمیدونی سیگارت چیه؟ چرا دیگه، سیگار دیگه، چرا نمیدونم؟ بابا جان تو خودت گفتی الان، حالا چرا عصبانی میشی؟ اما بهروز بابا سیگارت همین ترقاست که میزنن زمین. چه عجب بهناز جون. حالا بابا چرا اینقدر جر و بحث میکنین؟ خود ما هم که بچه بودیم کلی اشتباه کردیم. حالا دلیل نمیشه این طفل معصوم بیچاره رو زندانی کنیم. خیلی ممنون خانم. غیر از اینه؟ نه والله. غیر از اینه بگی. یعنی همه توی ساختمون از این کارا میکنن؟ خب بله معلومه. معلومه؟ پس اینطور که مشخصه آقا خشایار، از این به بعد باید مراقب اهالی ساختمون خودمون باشیم. نه خیر آقا، نه خیر. از این به بعد اهالی ساختمون باید مراقب تو آقا خشایار باشیم. من چرا؟ انشالله بابا این بچه فهمیده و درس عبرت برد که این سر و صداها و این ترقه بازی ها دلیل بر جشن و سرور نمیشه. اشکال نداره، شادی بکنه. چه بم میترکونه زیر پای ما. من داشتم قبض روح میشدم تو کوچه ماما. همین وحید آخشایار شما که نبودی، همین وحید اینجا نشسته بود عین دیوونه ها شده بود. بس که نارنجک کرد تو خودش یه نمیگی من قبض روح میشم. چیه؟ گلم چیه؟ Thank you.
کی بود؟ کجا بود؟ آقا بیروت نمیدونم. چی بوده که مامان ها؟ من خواب بودم. کدومتون بودی؟ کدومتون بودی؟ چیه با هم اومدیم ما هممون؟ غلام چیه؟ آقایون جلسه گرفتیم. رنگ روتون چرا پریده؟ قیافتون خیلی خنده دار شده. اجازه بده آقا غلام ببخشید سیگارت همینه دیگه. آره به روز یه بار دیگه به من بگی سیگاری قاطی میکنم. آه. خوب رد گم میکنی. آه. 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 منظورت این بود آقا غلامه؟ غلام سیگار داخته غلام آخشو. آه. من نمیدونم کیه ولی هر کی که هست مچشو میگیرم. مچشو میگیرم. بعد از اون تا حالا سومیه. خدا کنه این آخرش باشه آقا بروز. من قلبم ترکید. داشتم میبردم آقا بیتون. این دیگه سیگار چیه؟ سیگارت بابا اسم ترقه هستا. هم چیه؟ چه میدونم همین صدا میده دیگه. آقا بروز من میترسم. خیلی میترسم. نه آقا بروز کن بابا تو هم عرش پتوشم آورده تو خیابون. بارو بیدیم بابا. من مایتاتم آقا بروز میرم. بیایی پیش من. به به مام میبینم که بازم تخت قند توی قندونه. والا من بهتر از این بلد نیستم بهروز خورد کنم. خودت خورد کن اون اندازه که دوست داری. خب بذار من خورد بخورم باش. یادم رفت بیسکویت براتون بخرم. دست در نکنم مام. به جون بابا بفهمم کیه؟ یعنی کیه؟ ها؟ آخه این چه کاریه؟ من نمیدونم اینا چرا اینجوری میکنن؟ من دیوونه شدم از دست این ترقه بازی ها اینا. اون دستم این دستم خودم نیست. جشت خودتون البکی. معلومه کیه دیگه؟ آقا غلامه دیگه ماما مشخصه. بهروز از خودت حرف در نیار. مگه غلام بچه 5 ساله 10 ساله؟ مامان اون 6 لول میبنده ترقه که دیگه چیزی نیست. من آخر مچ این آقا غلام میگیرم به همه این اهالی ساختمون روشن بشه که آقا تو سن 150 سالگی داره ترقه میندازه اذیت میکنه. این روح و روان منو ببین چجوری شد. یه دیگه یه لونه روز آروم تو این خونه نمیتونه. یه دیگه با آروم میگم یه برای چایی بخور حالت جا بیاد. پنجاه سال میگه آقا بزنم آره گیر به سن نشیم. نه نگاه من بچه عجب خونه رو خوب تمیز کرده. نمیدونم بچه جون تو اینقدر میتونی مفید باشی چرا میرو با میسازی ها؟ چرا؟ خیلی خوب تمیز کرده دستش کرده خونه. آقا جون متوجه نشدین کی ترقه رو انداخت تو اتاقتون؟ چی شده؟ چه بی انصافا. آخشه به کسی هم شک داری؟ کی؟ کی؟ بگو میخوای کاغذ بیارم بنویسی؟ آره. ها؟ بهروز آقا جون از ترس انفجار دستش هم داره میلرزه دیگه. نه بابا این قبل از انفجار هم دستش میلرزه تمیشه. نه بابا شوخی کردم بابا شوخی کردم. روز الان چه وقت شوخیه؟ مگه نمیبینی از ترس بیچاره شد که شده؟ بیچاره آقا جون
خونه رو تازه تمیز کرده بودا. خودت که تمیز نکرده بودی کلک من میده. باشه بابا جون شوخی کردم. بهروز بیا اینو بده به آقا خشایار. این چیه؟ این جوشنده است. آقا خشایار اینو بخورین حالتون بهتر میشه. آقا خشایار گوش کن دقیق ببین چی میگم. این جوشنده رو مادرم درست کرده، اگر بخوری زبونت باز میشه. متوجه شدی؟ آها میشنوه، نمیتونه حرف بزنه. بهروز کمکش کن بخوره. آقا خشایار این یه قلوب بخور جوشنده. چیز نیست، مشکل نداره، یه ذره بخور. بخور آقا، بخورین، براشون خیلی خوبه. آقا خشایار یه ذره. ببین چه جوری شده. حالا یه قلوب بخور. بده بهشون. یه قلوب بخور. من قاشق بیارم، با قاشق. اصلا نمیتونی صحبت کنی. یه ذره بزن. آقا چرا آقا خشایار اینجوری کرد؟ متوجه نشدی ماما؟ به خاطر این جوشونده شماست دیگه. مگه این چشه بهروز؟ اگه اینجوری بمونه چی؟ جواب فولادو چی بدین؟ نه بابا اینجوری نمونه. من بفهمم کی داره ترقه تو این ساختمون میزنه. ماما من بفهمم. میکشمش. پیره مرد بیچاره دیدی به چه روزی افتاده بود؟ خدا انصافشون بده. واقعا بازی؟ خجالت داره نمیتونه حرف بزنه. شب بخیر آقا غلام، حالت شما چطوره؟ شب بخیر آقا بهروز، چطوری؟ خوبی؟ خوبی شما؟ قربونت برم. این چیه؟ به تو چه؟ ای دیده بیا به من مربوطه، باید ببینم. بی خود کردی، کنار وایسته حالتو میگیرم. شرمنده. هر چی آقا بهروز میگه گوش کن، ببینی؟ تو زبونت باز شد؟ نوکرتم. مخلصم. این کی زبونش بسته بوده؟ چتونه دوز گرفتی مگه؟ معذرت میخوام آقا غلام، ما باید این کیسه رو بازرسی کنیم. بی خود کردی. غلام میذارم شله پلت میکنم آقا. ایدی این توش چیه؟ خاکه، خاک. مگه نمیبینی؟ خاکه. خیلی خب میدونم خاکه، برای چی؟ به شما چه ربطی داره؟ جزم حواد اولیه‌ست آقا بهروز. من میدونم چجوری درست میکنم. حواد اولیه چی آقا خشایار؟ آقا غلام محبت کنی خودتونو به اون راه نزنید. نارنجک درست میکنی؟ این حرفا چی آقا بهروز؟ گفتم خاکه، برای گلدون میخوام. من شرمنده، هنوز شک دارم، باید خونتونو بگردی. خونی منه بگردی؟ بی خود کردی؟ شوخی کردم، چه قاطی میکنی؟ غلام میذارم شل پلت میکنم. من مأمورم، منظورم بودم چوبه طبیعت. من میخوای بگی من بودم کاراگاه؟ یادم اومد، یادم اومد آقا بهروز کاری سهر خانم آقا وحیده. چجوری آخه؟ من مطمئنم، من از اولم میدونستم کار اون دو نفره. آخه چجوری؟ من با این چشای خودم دیدم. چی رو؟ دیدم چی سهر خانم اومد تو باغچه، یه چیزی کاش تو باغچه، ولی یه اشاره کرد آقا وحید رفت بالا. بعدش چی؟ بعدش هم انفجار دیگه. من حالشو میگیرم، تو خونه من با میدازی؟ آره. آقا خشایار اینقدر داد و فریاد نکن. قبل از اینکه به کسی تهمت بزنید باید مطمئن باشید. من مطمئنم، شک ندارم. تو تا حالا به من شک داشتی که؟ بله آقا غلام، ما هنوزم به شما شک داریم، ولی الان دستیارم خشایار متوجه شد که وحیدینا کار اونا بوده. مظنون درجه یک الان وحید و سرخانوم هست. فقط تو این خونه تو مشکوک نیستی جون تو. من به خودم هم شک دارم. آره. بله آقا غلام، من به همه شک دارم. این دستیارم خشایارم میدونه. من دستیاری تو نیستم.
من خودم مستقل کار میکنم بلی. واسه همینه تو خونت نارنجک میندازن دیگه، باید با هم باشیم دیگه. چی آقا؟ هیچی آقا، کار خودت بکن. الان باید بریم خونه وحید آقا. من کار دارم آقا، شما بریم. آقا غلام ببین آقا، ما یه نمیخوایم به رو خودمون بیاریم که شما مزنونی تو این قضیه، شما نمیذاری داداش. آقا بهروز، سر به سر من نظر قاطی میکنم ها. من میخوام برم مهتاج منتظر این خاکه. مش... این نارنجک؟ اما نارنجک چیه بی خود حرف میزنی آخه؟ آقا غلام، خیلی عذر میخوام، اجازه بده، خیلی عذر میخوام. فعلا کیسه خاک توقیفه. توقیفه؟ بله. جرأت داری توقیفش کن؟ راست میگه. اونم میگه راست میگه. ما دو نفریم، خشایار ازش بگیر. جلو بیای قاطی کردن میزنم شل پلی میکنم. چه میخوای بگی؟ آقا غلام، ما دو نفریم، بده دیگه کیسه خاکو. بگی. بگی نو. گیر افتادیم از دست اینو. بفرمایید، بریم. بفرمایید آقا غلام. من حالیمه، من برس بیپک و جکی هم. پپکه نیستم که. سلام سر خانم. سلام. حال شما خوبه؟ خوب هستین؟ آقا وحید هستن؟ وحید خوابه، تازه خوابیده. اگر ممکنه تشریف ببرین بعدم بیاین. من اومده بودم برای عیادت. میگم که خوابه. بله، خب بیدارش نمی‌کنم. خواهش. خیلی ممنون از لطفتون. باشه بعدم. قربان شما. خواهش. چی شد؟ آقا چی شد؟ رام نداد. فهمیدیم، ما خودمون فهمیدیم. من خیلی مشکوکم ها. آخه الان که وقت خواب نیست. همون من فکر کنم دارن نارنجک درست میکنن. بلام چیزون بس نه بلام. البته انقدر تابلو عمل نمی کنن که ما بفهمیم، ولی حالا چیکار کنیم؟ من میگم هر جوری هست باید بریم تو. البته یه لیوان دست سرخانم بود. بابا لیوان که زیاد ترس نداره. من نمیدونم به هر مختصیم مختصیم های شما خوبه. میتونم بپرسم اینجا چه خبره؟ اتفاقا ما هم میخواستیم بدونیم چه خبره. چی؟ سلامتی؟ بعید میدونم هرچی هست ربطی به سلامتی نداری. شما خیلی مشکوکیم. ما مشکوکیم برای چی؟ وحید مشکوکیم. وحید بابا به خدا وحید نمیخواد شما رو اذیت کنه، اصلا نمیخواد آسیبی به کسی برسه، واسه همین هم از خونه بیرون نمیاد. ولی خب نیاد، ما میایم تو. آقا وحید خوابه. خب بیدار میشه نه؟ آقا خشایار خوابه. بابا ما اومدیم عیادت. میشه ما بیایم تو بیدارش کنید؟ چشم، خواهش میکنم. بفرمایید. بفهم. قول نزن. بله داریم مشاهده میکنیم. بعد سرخانم آدم رو مبل میخوابه اینجوری؟ آقا بهروز داشت تلویزیون میدید همینجا هم خوابش برد. چای بیارم خدمتتون؟ بله من چای میخوایم. بیاره ما هم میخوایم. چشم همه هم میخوایم. دیدم چی رو؟ دیدم یه چیزه، یه کاغذ مچاله شده تو دستشه. بابا این دیوونه است، فکر نکرده منفجر میشه میمیره؟ من میدونی چی میگم آقا بهروز. من میگم هر کی هم بلنده رو گرفته بود تالا مرده بود. این به این سادگی ها نمیره بلی غلام. بفرمایید. دست شما در نکنه. سرخانم بهناز گویا با شما کار داشت. بهناز؟ ولی من همین الان تلفنی باش صحبت کردم. همون دیگه مادرمو میگم، مادرم با اتون کار داشت. مادرتون؟ بله. لابد باز زحمت کشتن جوشونده درست کرد. نمیدونم ولی گفت سریع بیاین کارتون داره. چشم الان میرم. ببخشید. با اجازت. خدا باشد من. آفرین آقا بهروز، کارت عالی. دست تدکن آقا بهروز، من نمیرسم تو اینقدر عق داشته باشی. نه خدا جفتتون سپاس گذارم. مختصی آقا من جرأت نمی کنم بابا. ای بابا این حرف رو چیه؟ مگه تو کارگاه ساختمون نیستی؟ بکش رو احسنت. آفرین. پناه بگیر.
شما اینجا چیکار میکنی؟ اون چیه تو دستت؟ این؟ آره دستمال دیگه. هی اون نارنجکه، میخوای بگی نارنجک نیست؟ بذارش کنار. قایم تو بابا. آقا بروز این دستماله، نارنجک چیه؟ بذارش کنار بابا. دستماله، دستمال. اون نارنجکو فشار نده بابا. دستماله آقا بروز. بیا بفرما. دیدی دستماله آقا وحید؟ ما میدونیم که تو نارنجک درست میکنی. نارنجک؟ تو واقعا خجالت نمیکشی ها؟ کی گفته؟ آره او اعصاب نداشتی ولی بابا خشم، مگه من دیوونه؟ قبلا شک داشتیم ولی الان مطمئنیم آقا وحید. اون نارنجکو به صورت تشن نده بابا. این دستمال آقا بهروز دیگه. من خودم امشب دیدم سر خانوی نارنجک مفضل کرد. ببینی؟ سحر؟ بله بله، اومد تو باغچه این کارو کرد. ببینی؟ باز اشتباه میکنی آقا خشایا. به تو چی اشاره کرده تا بنداختی تو اتاق من؟ باید می اتاق من رو تمیز کنی. ببینی؟ به من؟ بله. آقایون باید خونه رو بگردیم. آه فهمیدم چی میگین تا نیست کنا. بشین بشین. خطردات نیست؟ نه نه. تو از اول میدونستی فریدی؟ خواهی تو زدی به خواب. نه غلام. پس اعتراف کردی ها؟ بله. بابا نارنجک کدومه؟ سهر داشت یک کار دیگه میکرد. داشت چی کار میکرد؟ مین کار میذاشت؟ نمیتونم بگم. چرا نمیتونی بگی؟ برای اینکه از تو خجالت میکشم. از من؟ بله. از همه ما باید خجالت بکشم. بله. باید به مادرتون قول بدین که چیزی نگین آقا بروزا. سحر رفتش پایین که اون جوشونه که مادرتون درست کرده رو بذاره تو باغچه. خیلی خوب جواب زحمات مادر منو دادین. دستتون درد نکنه آقا بایی. آقا بروز ناراحت نشو، این راست میگه، واقعا اون جوشونه رو نمیشد خورد. تو دروغ میگی. نه غلام. نه نه باور کنین دروغ نمیگم. بابا سحر میگفت این جوشونه مقویه، منم نمیخوردم. اونم برای که من ثابت کنه رفت ریخ پای گلا که گلا رشداشون درست بشه. بیچاره گلا. گل دیگه گریه نداره که. خیلی خوب بس آقا وحید، خوب داستانی سرهم کردی تا قضیه رو بپیچونی. آره بابا باور کنی من راست میگم آقا بهروز. من که باورم نمیشه. منم باورم نمیشه. ولی همون همون. کی بود یعنی؟ یعنی کی بود؟ کی بود از ما چهار نفر نیست. بله پس کی میتونه باشه؟ ببین آبروز، مهتاش که رفته خونه خواهرش، فقط اینجا میمونه مادر تو و بهناز خانم و سحر خانم. بابا اصلا اونو خورد کردی؟ اینه بذار اینجا بابا. آقونا ببخشید آقا، به مادرم و بهناز تهمت نزنین. من خواهشن آقلم به سهرم تهمت نزنین. ببینید چی من میگم، از دید من همه تون مشکوکی. پس کی میتونه باشه آقا خشایار؟ آقلم من معتقدم از اهالی این ساختمون نیست. شما چرا به این فکر نمیکنی که از بیرون داره این کار انجام میده؟ آخه چرا؟ روزی سه بار. آقا بروز معلومه دیگه با یکی از ما مشکل داره، یه تصفیه شخصیه. تصفیه شخصی چی آقا؟ ما چه گناهی کردیم؟ همون. ولی من با آقا وحید موافقم. من فکر میکنم که باید پشت دیوارم بپاییم. هر کی هست نمیدونه بازیش خیلی داره خطرناک میشه. اون بس صرفه کن دیگه بابا. آبا من که دستمال دارم صرفه میکنم. چیو بگولم؟ هیچی آبا میدیم پشت دیوارم. آقا بروز تو رو خدا اینقدر خودتون ناراحت نکنین دیگه. خدا رو شکر خطر که رفع شده. بهناز خانم هم که پیش مادرتونه. کاش آقا بروز میذاشتی تو بیمارستان پیش مامانم میمونده. شما دیشب تو رو نخوابیدین، بعد میاد اینجا استراحت میکردین، بعدش هم سحر اونجا از هم خانم فرامرزی. آقا من نمیدونم
نمیدونم چجوری به خودشون اجازه میدن با جون مردم بازی کنن. مادر من اگه طوریش بشه چی؟ آقا برزنم که خداشو خطر رفع شده. آقا رهید ما هم بچه بودیم این کارو میکردی؟ به خدا اگه این کارو میکردی. چی بگم آقا برز؟ چی بگم؟ آقا برز تو رو خدا گریه نکن دیگه. آقا برز من مادرم خیلی دوست دارم اگه طوری بشه چی؟ آقا برز هیچی نمیشه، دکتر که دیدین چی گفت؟ گفت خطر رفع شده، هیچی نیست. آقا بگیرشو بمیکنن یه پیر زنه ترقه میدازن جلو، چه میدونم آخه آدم بری یقه کیو بگیره؟ ناراحت نباش آقا برز، یه هر روز وضعیت ما اینه، دیوونه شدیم آقا بید خدا دیوونه شدیم. آقا بابا میخوای الان شما فقط استراحت کن آقا. من نمیدونم یعنی چی آقه. اگه میخوای شادی کنی برای چی آسایش مردم رو سرد میکنی؟ برای چی جون خودت رو به خطر میندازی؟ آقا برز باور کن پسری که از همکارای منم ترقه تو جیبش بوده. حتما خودش بوده، حتما میشناسه، حداقل کی ترقه انداخته تو خونه ما. بیا اینجا ببینم اون ترکیده الان داغونه خود بابا بیمارستان بچه‌ش الان ترکیده. اما این زیر گلوش و اینا همه چی داغون شده. باور کن همون دیگه، همون همون خودشونو هم این کار کار هرکی بوده. کاش که میدونستی که با این کارش خنده رو از لبای بهروز ما گرفته. بازم خدا رو شکر آقا غلام که از اهالی این ساختمون نموت، همه این نارنجک ها بیرون منفجر میشد. بالاخره کار یکی هست دیگه آقا وحید، چه فرق میکنه؟ حسین آقا میوه فروش میگفت میشناسدش، گفت میگرده پیداش میکنه. آخش آیا کیه؟ به نظر من شما باید یه سر به آقا بهروز بزنی. راست میگه آقا خشایی، هرچی باشه تو بیشتر از ما باش خاطی هستی. خوب میشه تفلک خیلی حالش گرفته. حالا چرا تو اینقدر اصرار میکنید؟ راستش من اصلا دوست ندارم آقا بهروز رو اینجوری غمگین ببینم. برای اولین باری که میبینم خالی نمیبنده. قبول داری؟ اصلا خیلی بهش علاقه بندم. حالا برو یه سری بهش بزن. خیلی به من کمک کرده. آی ماما خب یه خورده خودتو کنترل کن. خب وای نمیدونی بهناز چی بود. واه 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 اومدم برم بیرون برم خرید کنم، حواسم هم نبود یهو دیدم یه چیزی جلوی پام ترکید. وای چه صدایی، چه شعله های، چه آتیشی، نمیدونی چی بود. مامو ببین حرفا رو جلو بهروزم میزنی؟ عصبانیشو رفت تو کوچه گفت هر کی باشه میگیرم میکشمش. بابا شما باید آرومش کن. نه پیدا میکنم. بیا ببینم. بیداد بیداد اومد. بیا ببینم. چی شده؟ بیا ببینم. بهروز این کیه؟ چی شده؟ بسه همی جا. مامان اینا این بوده، همسایه بغلیمون دیده، رضا دیدتش که آقا ترقه انداخته. اینا این مادر من، ترقه رو انداخته جلو پای مادر من. خجالت نکش، خجالت نکش، وایسا بگو من بودم دیگه. بهروز نزنش، گناه داره. نمیزنم که همش یقش اینجوری گرفته اینجوری میکنه. بهروز تو از کجا میدونی اینه؟ من که ندیدم. ماما این همونی بود که دفعه اول ترقه انداخت جلو پای من. این سازنده این ترقه هاست. حالا من خودم سازندم ولی این نفر رو حرف بزن. ساکت حرف بزن. خب بهروز حالا شاید کسی دیگه بوده، این نبوده. هم این بوده، رضا دیده ترقه رو انداخته. مادر منو ببین، ببین رنگش چجوری پریده. اگه مادر من یه موقع بلای سرش می اومد هزار تیکت میکنم. فهمیدی؟ حالا نزنش بهروز، بچت گناه داره. یا نه آخه ندارم لباسشو مرتب میکنم، کاری ندارم. این چه چروک شده؟ آره بسلام تو بودی؟ نه به جون مادرم ما نبودیم خانم. خب همین الان میبرمش، همین الان میبرمش کلانتری تحویلش میدم. اون وقت زبونش باز میشه آقا. بهروز یه من نبودم دیگه. خانواده‌اش چه گناهی دارن؟ یه هفته است آسایش و امنیت ما رو تو این خونه به هم ریخته. من خودم 10 بار قاط زدم اونجا نشسته بودم. 10 بار.
حالا ولش کن بهروز. بذار ببرمش تحویلش بدم این درس عبرت. بهروز نکن این کارو. بهروز بچه از گناه داره. ولش کن. مامان شما کوتاه میای. این به این قدش نگاه نکن. این دو متر قدش زیر زمینه. این اینجوری نگاهش نکن. یک کلکیه. همین الان میرم با غلام یه مشورت میکنم. بعد با اجازه همینجا وای میس به جون خودم. پاتو از در بذاری بیرون. ده تا اون نارنجکا رو میدم قورت بدی. فهمیدی؟ همینجا وای میسی. من میرم الان با مدیر ساختمون اون صحبت میکنم میبرمش تحویلش میدم کلانتری. همیشه وایسا. ساکت. یه روز انقدر شلوغش نکن بابا. ببینم پسرم تو بودی؟ نه خانم نه به جون خودمون ما نبودیم خانم. ببین حالا که بهروز نیست نترس بگو ما کاریت نداریم. آخه بگو. راستش ما بودیم ولی چیز آخه این سرایدارتون انقدر سر اون دفعه پیش جریان دفعه پیش که من گرفته بودن اشتباهی سر اون دفعه کلی من از من کار کشید کلی حیاتو شستم ماشینو شستم خونه شو تکون بعد کلی از من کار کشیده بعد حالا من سر اون کار می‌خواستم تلافی کنم بعد دیدم که این اتفاق افتاد من واقعا قصد یعنی مزاحم شدن شما رو نداشتم واقعا ولی چیز ببین پسرم این کار درستی نیست مادر اگه اون ترکیده بود و من از ترس سکته کرده بودم الان میدونی تو این خونه چه خبر بود؟ نه خدا نکنه درست ببین بدتر از همه اگه تو دست خودت میترکید اون پدر و مادر بیچارت میدونی به چه حالی میافتادن؟ قبول داری کار بدی بود؟ بله درست شما درست دیگه از این کارا نکنی ها؟ نه مطمئن باش از اینجا هم رفتی؟ فقط به این پسرتون بگی من کلانتری نبرن یعنی واقعا اگه مادر پدرم بفهمم منو میکشن باشه من به پسرم میگم ولی رفتی هم درست بشیم فکر کن همینجوری سرسری نگو دیگه نمی کنم واقعا این کارا کارا درستی نیست چشم مطمئن باشه شما من شما با... حالا برو تا بهروز نیومده ما بهش میگیم کار تو نبوده یعنی شما میذاریم من برم آره عزیزم برو به سلامت میذاریم آره برو مرسی ممنون تشکر برو دیگه الان بهروز میاد مادر جان خیلی ممنون که منو بخشیدین خیلی متاسفم بخاطر این اتفاق مرسی میخواستم بگم که من واقعا متاسفم بخاطر این اتفاق ببخشید مرسی ممنون به سلامت